کوری، نوشته ژوزه ساراماگو، ترجمه عاطفه اسلامیان، قسمت 40. یکی پس از دیگری بالاخره به خواب رفتند، خواب سبکی که چندین بار از آن بیدار شدند. آخر همبندان کوری که از آن حالت سستی بیرون می آمدند بلند می شدند و خوابالود روی این مانع انسانی سکندری می خوردند. یکی از آنها همانجا پشت سرشان ماند. هیچ فرقی نمی کرد که آنجا بخوابد یا یک جای دیگر. آفتاب که زد تنها چند باریکه دود از نیمسوزها بلند می شد، اما اینها هم زیاد دوام نیاوردند چون خیلی زود باران گرفت. نمنم بارانی زیبا و یک مه بسیار ملایم. درست است که در ابتدا حتی زمین سوخته را لمس نمی کرد و فوراً بخار می شد، اما با این وجود پیوسته می بارید. شاید همینطور که میبارید، همانطور که معروف است، آب نرم سنگ سخت را بساید. موزون کردنش هم باشد برای یک نفر دیگر. بعضی از این همبندان فقط چشمهایشان کور نیست، فهم و شعورشان هم مخدوش شده است، چون هیچ توجیه دیگری برای این استدلال وجود ندارد که آنها را به این نتیجه رسانده که غذای مورد نیازشان در این باران نخواهد رسید و نمیتواند برسد. به هیچ طریقی نمیشد آنها را قانع کرد که فرض قضیه اشتباه است و بدین ترتیب به تبع آن نتیجه گیری هم اشتباه در میآید. اصلا هم نمیشد به آنها گفت که هنوز برای صبحانه خیلی زود است. از فرط نومیدی خود را به زمین در میان سیل عشق می انداختند. یک ریز می گفتند نمی آورند، دارد باران می آید، نمی آورند. اگر آن ویرانه اسفناک هنوز برای ابتدایی ترین زندگی مناسب می بود، دوباره به همان دیوانه خانه تبدیل می شد که قبلا بود. مرد کوری که بعد از زمین افتادن شب را همانجا پشت سر گذاشته بود نمی توانست روی پا بایستد. خود را مچاله کرده بود، انگار می خواست آخرین گرما را در درونش حفظ کند. با وجود بارانی که شدیدتر می شد تکان نمی خورد. زن دکتر گفت مرده، بهتر از هنوز که رمقی داریم از اینجا دور شویم. به زحمت بلند شدند، تلو تلو خوران و گیج به هم آویزان شدند، سپس صف بستند. در جلو زنی که دو چشم بینا داشت قرار گرفت و پشت سرش آنهایی که گرچه چشم دارند نمی بینند. دختر عینک تیره، پیرمرد چشم‌بند سیاه بسته، پسر لوچ، زن مرد کور اولی، شوهرش و آخر از همه دکتر. راهی را که در پیش گرفتن به مرکز شهر می رسد. اما تصمیم زن دکتر این نیست. چیزی که می خواهد یافتن هرچه زودتر جای امن است که بتواند همراهانش را در آنجا رها کند و سپس به دنبال قضا برود. خیابانها خلوت و متروکند، یا به این خاطر که هنوز زود است و یا به خاطر بارانی است که هر لحظه تندتر می شود. همه جا پر از زباله است. در بعضی از مغازه ها باز است، اما بیشترشان بستند. هیچ نشانه ای از زندگی در آنها نیست و هیچ نوری وجود ندارد. زن دکتر فکر کرد خوب از همراهانش را در یکی از این مغازه ها بگذارد و اسم خیابان و پلاک را به ذهن بسپارد، چون ممکن است موقع برگشتن آنها را گم کند. مکس کرد. به دختر عینک تیره گفت همینجا منتظرم بمانید، جم نخورید. رفت و از در شیشه‌ای یک داروخانه به داخل زل زد. به نظرش رسید که هیئت نامشخص آدم‌هایی را می‌بیند که روی زمین دراز کشیدند. تق تق به شیشه زد. یکی از سایه‌ها حرکتی کرد. دوباره ضربه زد.
هیکل‌های انسانی دیگر هم آهسته تکانی خوردند. یک نفر بلند شد و سرش را به سمتی که صدا آمده بود چرخاند. زن دکتر پیش خود فکر کرد همه ی آنها کورند، اما نمی فهمید که برای چه اینجا هستند. شاید افراد خانواده داروساز بودند، اما اگر این طور بود چرا در خانهشان نبودند که خیلی راحت تر از یک زمین سفت است؟ مگر اینکه داشتن نگهبانی محل را می دادند. ولی از گزند چه کسی و به چه منظوری؟ این کالا با توجه به ماهیتش می تواند هم شفا دهنده و هم کشنده باشد. از اینجا رفت. کمی جلوتر به داخل مغازه دیگری نگاه کرد. کورهای بیشتری را دید که روی زمین دراز کشیده بودند. زن، مرد و بچه. به نظر می رسید بعضی ها آماده بیرون رفتن هستند. یکی از آنها مستقیم به سمت در آمد. دستش را بیرون گرفت و گفت باران می آید. از داخل مغازه سوال شد خیلی تون می بارد؟ بله، باید صبر کنیم تا بند بیاید. مرد، طرف مرد بود. دو قدم با زن دکتر فاصله داشت، اما متوجه حضور او نشده بود. بنابراین وقتی شنید که زن می گوید روز بخیر، یکی خورد. عادت روز بخیر گفتن از سرش افتاده بود، نه فقط چون روزهای کورها به عبارت دقیق تر هرگز خیر نیست، بلکه چون هیچ کس کاملا مطمئن نبود که آیا روز است یا شب. حالا اگر در تناقض آشکار با آنچه همکنون گفته شد این آدمها صبحها کم و بیش همزمان بیدار می شوند، به این خاطر است که بعضی از آنها همین چند روز پیش کور شدند و هنوز کاملا حس توالی روز و شب، بیداری و خواب را از دست ندادند. مرد گفت باران می آید و سپس پرسید تو که هستی؟ مال اینجا نیستم. دنبال غذا می گردی؟ بله. 4 روز است که چیزی نخورده ایم. از کجا می دانی که 4 روز است؟ اینطور حد می زنم. تنهایی؟ با شوهرم و چند نفر از دوستانم هستم. چند نفرند؟ روی هم 7 نفریم. اگر توی سرت هست که اینجا با ما بمانید بی خیال شوید، همین الان هم خیلی هستیم. فقط داشتیم از اینجا می گذشتیم. از کجا آمده اید؟ از وقتی بیماری همگیری کوری شروع شد. در قرنطینه بوده ایم. آه بله، قرنطینه. به هیچ دردی هم نخورد. چرا این حرف را میزنی؟ گذاشتن بیرون بیایید، آتش سوزی شد. آن موقع بود که فهمیدیم سربازهایی که نگهبانی میدادند غیبشان زده و شما هم بیرون آمدید. بله، لابد سربازهایتان جز آخرین هایی بودند که کور شدند. همه کور شدند، تمام شهر، کل کشور. اگر کسی هنوز هم میبیند چیزی نمیگوید و پیش خودش نگه میدارد. چرا توی خانه تان زندگی نمی کنید؟ چون دیگر نمیدانم کجاست. نمیدانی کجاست؟ تو چه؟ میدانی خانهت کجاست؟ من... زن دکتر میخواست در جواب بگوید که دقیقاً همان جاییست که دارد با شوهر و همراهانش میرود. تنها چیزی که احتیاج داشتند این بود که لقمه ای برگیرند تا تجدید قوا کنند. اما درست در همان لحظه کاملا متوجه اوضاع شد. یک نفر که کور شده و از خانهش بیرون آمده تنها با یک معجزه می توانست دوباره آن را پیدا کند. مثل سابق نبود که آدم های کور می توانستند روی کمک یک رهگذر حساب کنند. چه می‌خواستند از خیابان بگذرند و چه در مواقعی که ناخواسته مسیر همیشگی را عوضی رفته بودند و می‌خواستند به مسیر درست برگردند. گفت فقط می‌دانم که از اینجا دور است. به هر حال هیچ وقت نمی‌توانی به آنجا برسی. نه. حالا فهمیدی؟ من هم همینطورم. همه همینطورند. شماها که توی قرنطینه بوده اید حتما خیلی چیزها یاد گرفته اید. نمی دانید که آدم چقدر راحت بی خانه می شود. متوجه نمی شوم.
آنهایی که مثل ما دست جمعی دوره میفتند، کاری که بیشتر مردم میکنند، وقتی که مجبوریم به دنبال غذا برویم، باید همگی با هم برویم. این تنها راه گم نکردن همدیگر است. و چون همه با هم میرویم و کسی نمیماند که مراقب خانه باشد، به فرض اینکه بتوانیم آن را دوباره هم پیدا کنیم، این احتمال هست که در این فاصله گروه دیگری که نتوانستن خانهشان را پیدا کنند آنجا را گرفته باشند. یک نوع چرخ فلک هستیم. اوایل دعوا و مرافع میشد، اما به زودی فهمیدیم که ما کورها به عبارتی عملا هیچ چیزی از خودمان نداریم به جز آن چه برتن داریم. چارش زندگی در یک مغازه اغذیه فروشی است. حداقل تا زمانی که مواد غذایی تمام نشده، نیازی به بیرون رفتن نیست. هر کس که آن کار را کرد، کمترین اتفاقی که برایش افتاد این بود که هرگز دیگر یک لحظه رنگ آسایش به خود ندید. میگویم کمترین. مثلا شنیدم که عده‌ای همین کار را کردند. توی مغازه قایم شدند و در را چفت کردند، اما نمی توانستند از بوی غذا خلاص شوند. آنهایی که به دنبال غذا بودند بیرون جمع شدند و چون آنهایی که داخل بودند در را باز نکردند، مغازه را آتش زدند. این هم از این. البته خودم ندیدم، دیگران برایم تعریف کردند. به هر حال چاره نکبتی بود. تا جایی که من می دانم دیگر هیچ کس جرأت نکرد این کار را بکند. پس دیگر کسی در خانه ها و آپارتمان ها زندگی نمی کند. چرا؟ زندگی می کنند، اما آخرش همیشه یک چیز است. لابد افراد بیشماری به خانم آمدند و رفتند. از کجا معلوم که روزی دوباره خانم را پیدا کنم؟ تازه در این وضعیت بسیار بهتر است که در مغازه ها هم سطح زمین و در انبارها بخوابیم. اینطوری از بالا و پایین رفتن از پله ها خلاص می شویم. زن دکتر گفت باران بند آمد. مرد برای آنهایی که داخل بودند تکرار کرد: باران بند آمد. با شنیدن این حرف آنهایی که هنوز دراز کشیده بودند بلند شدند. وسایل، کوله پشتی، کیف دستی و کیسه های پارچه‌ای و پلاستیکیشان را جمع کردند. انگار می‌خواستند به سفر بروند و واقعاً هم همینطور بود. به جستجوی غذا می‌رفتند. یکی یکی از مغازه بیرون آمدند. زن دکتر متوجه شد که حسابی لباس گرم پوشیدند. هرچند رنگ لباس‌هایشان اصلاً به هم نمی‌آمد. شلوارهایشان یا آنقدر کوتاه بود که ساق پایشان معلوم می شد، یا آنقدر بلند بود که پاچه ها را باید بالا می زدند. اما هوا به این سردی هم نبود. بعضی از مردها بارانی یا اوورکوت پوشیده بودند. دوتا از زنها پالتوهای پوست بلند به تن داشتند. هیچ چتری دیده نمی شد. احتمالاً چون خیلی دست و پاگیر بود و همیشه این احتمال وجود داشت که پره‌های آن توی چشم کسی برود. گروه که در حدود 15 نفر بودند به راه افتادند. در خیابان سر و کله گروه‌های دیگر همچنین آدم‌هایی که تنهایی می‌رفتند پیدا شد. مردها نیاز فوری خود که هر روز صبح از فشار مثانه‌شان می‌فهمیدند را رو به دیوار برطرف می‌کردند. ولی زنها اختفای اتومبیل‌های به حال خود رها شده را ترجیح می‌دادند. در گوشه و کنار مدفوع باران خورده نرم دیده می‌شد که در سرتاسر پیاده رو پخش شده بود. زن دکتر پیش گروهش برگشت. آنها زیر سایبان یک کیک پزی که بوی خامه ترشیده و مواد گندیده دیگر می‌داد، از سر غریزه تنگ هم چپیده بودند. گفت بیایید برویم. یک سرپناه پیدا کردم و آنها را به مغازه‌ای برد که دیگران تازه از آن بیرون رفته بودند. اجناس مغازه دست نخورده بود. هیچ چیز خوراکی یا پوشیدنی بین آنها پیدا نمی شد. یخچال، ماشین لباسشویی و ظرفشویی،
اجاق‌های معمولی و اجاق‌های مایکروویو، مخلوط کن، آب میوه‌گیری، جاروبرقی و هزار و یک اختراع برقی خانگی که برای آسان‌تر شدن زندگی در نظر گرفته شده بود، آنجا بود. در فضا بوهای ناخوشایندی پیچیده بود که سفیدی نامتغیر اشیا را بی‌معنی و مضحک می‌کرد.